مرکز ملی طوفان امریکا میگوید طوفان بحری دوریان با سرعت به سمت نووا اسکوشیا در حال حرکت است و انتظار می رود در اواخر امروز شنبه به آنجا برسد که با حد اکثر وزش بادهای شدید با سرعت 150 کیلومتر در ساعت حرکت می کند. صدها تن از قربانیان این طوفان دیروز با همراه داشتن وسایل شخصی خود به امید خروج از این جزیره با بندر گراند اباکو جمع شدند. این در حال صورت می گیرد که ناامیدی از کند بودن روند کمک رسانی به قربانیان افزایش یافته است. من آمدم از اینجا بروم زیرا دولت هنوز کمک برای ما نکرده است و آب آشامیدنی و هیچ برق نداریم. همه چیز خود را از دست دادیم. همه آسیب دیدند. یک گارد محافظ ساحلی گفت پس از طوفان همه چیز غیر واقعی به نظر می رسد. همه چیز غیر واقعی است. مثل آنچه که در فیلم ها مشاهده می کنید. مثل آخر شدن دنیا به نظر می رسد. طوری که در یوتیوب تماشا کرده اید. غیر واقعی به نظر می رسد. هوبرت مینس صدر اعظم جزایر باهاما وارد منطقه شد و به مردم گفت که قایق ها و تیاره های بیشتری برای رسیدگی به آنها در راست. او از مردم خواست تا آرامش خود را حفظ و استقامت پیشه کنند زیرا کمک ها برای نجات همه آنها در نظر گرفته شده است. به همه شما با احترام برخورد خواهد شد. بنابراین حراس نداشته باشید زیرا از سوی حکومت من با همه شما به طور یکسان رفتار خواهد شد. در اینجا هیچ تبعیض وجود ندارد. همه ما یکی هستیم. هنوز برنامه برای تخلیه سازمان یافته از سوی دولت در دست نیست. اما نیروی دفاعی سلطنتی به افراد کمک کرد تا سوار یک کشتی 42 متری شوند که برای نجات کارکنان خود آمده بودند و برای 160 نفر دیگر جا داشتند. جمعیت با آرامش منتظر ماندند زیرا افراد نیروی بحری زنان و کودکان را از هم جدا کردند تا اولتر سوار کشتی شوند. یک کشتی نیروی بحری بریتانیا در خارج از ساحل با کمک کشتی های نجات با محموله های مواد غذایی برای تغذیه قربانیان این طوفان اعزام گردید. انتظار می رود سطح آب از اثر طوفان دوریان کمتر شود و اواخر امروز شنبه در سرتاسر نووا اسکوشیا حرکت کند. لیلا مهبی بزیمی، تلویزیونی آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.